یه چند وقتی این آهنگ افتاده سر زبون من که میگه یکی برسه به دادم، دلمو به یکی دادم از خوبای روزگاره. برای شما این اتفاق افتاده نه؟ میخواییم ببینیم که اینو کی خونده. سلام به همه موزیک فضای خفن، چطور میتورین؟ آقا من رفتم توی پیج یوسف زمانی که این آهنگو اصلش اون خونده و دیدم که بنده خدا احتمالاً گوش کن بزرگش کنم امیدوارم ببینی. خب بس چون کپی رایت میزنه قبلا سابقه بدی داشته. آقا دیدم اینو پین کرده، یعنی ببین کار به کجا رسیده، رفته این آهنگر رو پین کرده که آقا من اینو خوندم. من آهنگ برای کیه؟ برای 2 جون 2022، یعنی آهنگ راحت فاصله تقریبا 2 سال پیشه، ولی اومده گذاشتتش که یه اعلان مالکیتی بکنه که جالب بودین. فکر کنم بعد از 2 سال کامنتش هم خیلی همین بود، خیلی سم بود. برین حالا تونستین پست آخر که نمیشه گفت، پینش کرده تو پیجش. جالبه همینو مسلم فتاحی اگر اشتباه نکنم اومده توی عروسی خونده و اون آهنگی که توی عروسی خونده از خود آهنگ اصلی بیشتر شنیده شده. خیلی فشار داره ها واقعا، یعنی اگر یوسف زمانی عصبانی بشه یا هر واکنشی هم نشون بده به نظر من حق داره. یعنی صدا چی بود؟ فکر کن مثلا کلی زحمت کشیدی، یه آهنگ ساختی و پخش کردی، منتشرش کردی، اون زمان که باید شنیده می شده شنیده نشده، الان شنیده شده، اونم نه آهنگ تو، آهنگ تو با صدا و اجرای یکی دیگه، نه هوش مصنوعی، هوش کاملا طبیعی. بریم اول اجرای زنده شو ببینیم، بعد بریم کل آهنگی که خوندرم بشنویم. اینه یکی برسه به دادم، دلمو به یکی دادم از سر زبون شما افتاده خدایی، قبول دارین؟ اصلا میطلبه. حالا بریم آهنگ کاملش رو میخواییم بشنویم که آهنگ کاملش هم باحاله، یعنی بازم حس میکنم از اون موزیک یوسف زمانی آهنگ کاملش بیشتر شنیده شده. بریم بچه ها همه آماده. آهنگش رو بذارم توی کانال تلگرام، اگه بذارم که توی کامنت ها بنویسیم. خدای هر زدن عشق شنگه با ایشکی نمی جنگه.
یعنی این ارکستایی که توی عروسی ها اجرا میکنین آهنگا رو، اون لحظه که توی سالونی یا مثلا توی باقی یه محوطه بازه، خیلی وقتا من خودم مثلا عروسی رفتم واقعا خیلی وقتا نمیفهمم چی داره میخونه، یعنی اینقدر کیفیت اون اسپیکرهایی که آوردن تو دیواره و اون خواننده‌ای که داره میخونه، اگر فرض کنیم این میکروفون باشه و این دهن خواننده، میکروفون اینجاست و یکم فاصله بدم اون بیسا، و واقعا این حقیقته. شما اگر روسی رفتین میتونین زیر تو کامنت ها تایید یا تکذیب بکنید این داستانو، ولی خیلی بد میخونن. یعنی الان این مسلم فتاحی که دارم میبینم کارشو، واقعا پشمام ریخته که چجوری این وایرال شده. خیلی ها، ولی دمشکم واقعا دمشکم. از اون طرف مطمئنم یوسف زمانی داره میگه ما اینجا داریم زحمت بکشیم، تو هواداری طرفداری کی؟ من اینو دو سال پیش خوندم نشنیدی، الان یکی دیگه به بدترین شکل ممکن داره میخونه، خوشت اومده؟ من عذر میخوام ولی واقعا خوشم اومده. این عیناً یکی از کامنت هایی بود که زیر پست یوسف زمانی گذاشته بودن. بریم. قشنگ با کیبورد داره بازی میکنه. واقعا من جای یوسف زمانی بودم کلا از دنیای موسیقی خداحافظی میکردم. یعنی آهنگش رو ترکیب کرده با جوادی عصاری، بعد با این تنظیم درجه یک داره میخونه. توی هر حالتی منو تنها نمیذاره، خیلی با معرفت خیلی برام داره، یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم، از خوبای روزگاره عاشق همین یه باره، مثل اون کسی نداره، سفرهای دوتایی یه دونه باش خدایی، حرف زدن عاشق شنگه با گیشتی نمی جنگه، همیشه صاف و یه رنگه. هر وقت گفتم جونم همه میگن هی یا میکشم جونم. شما باشین واقعا جای یوسف زمانی خودکشی نمی کن. به این فکر نمی کنید که حداقل به خودکشی فکر کنم. خیلی عالی بود، عالی بود. من کاملشو گوش نداده بودم، به حد مثلا یه دقیقه هم گوش داده بودم اما کاملشو نشنیده بودم. دنیایی واسه خودش. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم لذت برده باشین. فایلشو بذارم کامنت دیگم، تو کامنت ها بنویسین. خیلی چکریم، دیگه حرفی نمونه. شاد باشین. بالاخره اون موزیکی که باید شنیده بشه راه خودش رو پیدا میکنه. سابسکرایبتون رو زنگوله کنش، لایک کامنت، و اگه دوست داشتین که آهنگی که دوست دارین رو به جای اینکه مثلا فایل آهنگ رو تو تلگرام یه جایی برای کسی بفرستین، بگین آهنگ حرفای دل منه، بگین از قابای شیعه راوی استفاده بکنین، سفارش بدین با عکس خود اون شخص اسکن بکنه، موزیک پلی میشه، چیز شکیلیه، موندگارم هست و از اون کارهایی که هیچ وقت تکراری نمیشه. قربان شما. تا یه ویدئوی دیگه. سابسکرایبتون نره. فعلا.